میان است عجیب نیست. با تو یه گشت کوتاهی توی نمایشگاه زدیم ولی در تماشا این هفته فکر میکنم مفصل تر خواهی پرداخت. فکر کنم به این هفته نمیرسه ولی حتما تو هفته آینده یه برنامه ویژه خواهیم داشت در مورد کار تنوعی. ممنون از تو مریم ارفان ما در استودیو. یک هفته است که چشم علاقمندان مد لباس هم به لندن دوخته شده. طراحان لباس هرچه در آستین داشتن رو کردند، اما امروز در آخرین روز هفته مد لندن نوبت به آقایان رسیده تا خودی نشون بدن. در بین طراحان مد لباس برای آقایان نام یک ایرانی به چشم می‌خوره به نام کیان فروغی. اینجا می‌بینیمش، با او گفتگویی خواهیم داشت، اما اول فکر می‌کنم نگاهی می‌ندازیم به کارنامه. کیان فروغی اینجا با ما در استودیوست. کیان، خودت بیشتر از کارهات به ما بگو و اینکه در نمایشگاه مد لندن این هفته دقیقاً چه کار می‌کنی؟ بوتیکا یه وبسایت واسه خرید لوازم زینتی مد، جواهر، کیف، شال، کلاه، و ما یه اکیپ استایل هانتر داریم که تو تمام دنیا دنبال طراحان مستقله و دنبال لوازم خیلی اختصاصی، و رو وقتی که این آدما رو پیدا می‌کنیم میاریم رو وبسایتمون و از وبسایتمون مستقیم به مشتری تو تمام دنیا می‌فروشن. یه سوم مشتریامون مثلا آمریکان، یه سوم مشتریامون اروپان، یه سوم مشتریامون آسیا و خاورمیانه است. و وقتی که رو وبسایت دارین یه جنسی دارین می‌خرین، صاف از ترا میخرین. ما الان عکس کامرون دیاز و بعد هم الان ویکتوریا بکام رو دیدیم. خب کسانی که در عرصه موسیقی خیلی مشهورن، در دنیای بله. سینما خیلی شهرت دارن و به قول اینجایی ها آدم های مشهوری هستن که از اونها تحت عنوان سلبریتی ها یاد میشه. بله. چطور اینها رو پیدا میکنین؟ اینها به شما مراجعه میکنن یا نه شما مثلا نمایندگی هایی دارید که سعی میکنید آدم های مشهور رو پیدا بکنید و برید و مثلا از اونها سفارش بگیرید؟ ما باید بریم پیداشون بکنیم. باید از سراغ ما نیومدین خیلی. ببخشید معذرت میخوام، ولی از امشب همین کارو میکنیم. ولی نه، این آدم های معروف همشون ستایلیست دارن، اکیپ پرس و از این چیزا، و بعد بریم کارامونو به اونا بریم و اگر خوششون میاد میپوشن. ولی معمولا از بوتیکا و کارهای بوتیکا خیلی خوششون میاد، من که همه جنسامون یه داستانی داره، خیلی منحصر به فردن کاراشون، و از این خیلی خوششون میاد. خب میدونیم که اوضاع اقتصادی در جهان همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار داده. چی شد که توی این اوضاع بد اقتصادی تصمیم گرفتی در کار جواهرات وارد کار جواهرات بشی؟ به نظرم وقت درست یا غلط نیست وقتی که میخواین یه شرکت بزنید. اگر به یه چیزی اعتقاد دارید یا میبینین که کشش بازار اونجاست، بعد برین دنبالش. ولی خودت قبلن توی این کار نبودی؟ من خودم نبودم، برای فامیلم بوده قبل از انقلاب. میشه بگم که چرا فقط برای خانوما دارین محصولاتون رو ارائه میکنین؟ چون توی این لیستی که بود همش 10% جنسامون واسه مرداست، ولی داریم بیشتر کارهای مردونه میاریم. به نظر جمال اصلا، ولی خب اصلا توی این تبلیغاتتون نبود به هر حال. خب حالا توی این نمایشگاه هایی که ارائه میشه، نمایشگاه های فشن یا مودی که مثلا نمونش در لندن بود، خب بیشتر اینجا لباس عرضه میشه در درجه اول. شما چطوری اینجا وارد میشین و چطور سعی میکنین که محصولات خودتون رو ارائه بکنین؟ کنار فشن ویک و کنار همه فشن شوهای بزرگ و معروف، همیشه نمایشگاه و کنفرانس هست واسه طراحان مستقل، و ما این تیممون که دنبال این طراحان هستن میرن به این کنفرانس ها و تو این کنفرانس ها طراحان های مستقل رو پیدا میکنن که بعداً بیاریمشون رو وبسایتمون و از وبسایتمون کاراشون رو به تمام دنیا بفروشیم. خیلی ممنونم، متشکر از کیان فروغی، مدیر فروش اینترنتی محصولات مد.
ممنون. خب تقریبا به پایان این برنامه 60 دقیقه رسیدیم. من از شما خداحافظی میکنم. به نظر میاد که رسیدیم به پایانش. من در ادامه برنامه ها با شما خواهم بود.